اختلاف ایران و افغانستان بر سر آب رود هیرمند یا هلمند ناشی از چیست؟ آب این رودخانه در افغانستان چگونه کنترل می شود و این چه تأثیری بر وضعیت دریاچه هامون در ایران دارد؟ سلام، شاید بهترین بیان از وضعیت در سیستان ایران به ویژه مناطق اطراف هامون که زمانی سومین دریاچه بزرگ ایران بود را بتوان در گفته های این شهروندان منطقی یافت. این دریاچه بوده اینجا، اینجا کشت بوده، پالیز بوده اینجا که روز چند کامیون از اینجا بار میکردن میبرده، حالا یک گلوم آب ما نداره که بخوره. بی دلیل نیست که وضعیت رودخانه هیرمند یا هلمند که آب این منطقه را تأمین می‌کند به اختلافی جدی بین ایران و افغانستان تبدیل شده. این اختلاف در نهایت به قراردادی بین دو کشور در دهه 50 خورشیدی منتهی شد، قراردادی که ایران می‌گوید حالا افغانستان از آن تخطی می‌کند، ادعایی که افغانستان رد می‌کند. ماجرا چیست؟ ریشه‌های وضعیت امروز سیستان ایران را در کجا باید جست؟ البته تصور اینکه سیستان هیچگاه مشکل آب نداشته دشوار است. در کتاب تاریخ سیستان متعلق به سده‌های 5 تا 8 خورشیدی می‌خوانیم که آبادانی سیستان در گرو بستن بند آب و بند ریگ و بند مفسدان بوده است. تفسیر آن زمان از بستن بند مفسدان شاید حالا راحت نباشد، اما فهم بستن بند آب و بند ریگ چندان دشوار نیست. حالا در دهه‌های اخیر به خصوص اوضاع در این منطقه بحرانی شده و خوشسالی به مهاجرت مردم از منطقه دامن زده و می‌رود تا اختلاف زیست محیطی بین ایران و افغانستان را شدت بخشد. در برنامه امروز از نجیب فهیم، استاد دانشگاه در کابل و وزیر رسیدگی به حوادث طبیعی در کابینه افغانستان می‌پرسیم استدلال افغانستان در جواب شکایت طرف ایرانی چیست؟ و از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست و مسائل آب در تورین ایتالیا میپرسیم چرا ایران در سالهای اخیر به ویژه نگران پروژه‌های سدسازی در افغانستان بوده. خیلی خوش آمدید آقای فهیم. به ما بگید که افغانستان در جواب شکایات ایران چی میگه؟ ببینین، مناقشه آبی بین ایران و افغانستان برمیگرده و ده ها سال قبل، یعنی آغازی مناقشه سال 1872 میلادی بوده که در دوره های مختلف راه حل های موقتی جستجو شده برای حل مشکل، تا ای که در سال 1351 خورشیدی معاهده آب هیرمند به امضا رسید. بله. و تصور میشد که معاهده آب هیرمند نقطه پایانی برای اختلافات آبی بین دو کشور باشه، چرا که این معاهده یک معاهده جامعی است، مبنای حقوقی را برای حل اختلافات فراهم میسازه، حقوق آب ایران مشخص میسازه. به ایران بر اساس این قرارداد چقدر آب تعلق میگیره در سال؟ به اساس این معاهده 22 متر مکعب آب در ثانیه که 4 متر جمع 4 متر مکعب هم به عنوان حق حسن نیت و روابط نیک همسایگی بین دو کشور که جمع 26 متر مکعب در ثانیه میشه، که میشه اونجوری که من خوندم حدود 820 میلیون متر مکعب در سال. بله، در سال در حدود 820 میلیون متر مکعب. خب افغانستان این رو داده به ایران؟ بر اساس اطلاعی که ما داریم و آمار و ارقامی که جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که دو برابر او چیزی، حداقل دو برابر او چیزی که در معاهده پیش بینی شده به صورت سالیانه از رودی هلمند آب برداشت میشه توسط جانب ایرانی. و ما این که گاهی وقت اعتراضای صورت میگیره، ما دقیقا مبنای اعتراضا را نمیفهمیم، برای از اینکه
یکی از گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بود که من میخواندم که اختصاص داشت به موضوع حقابی سیستان. در اوجه گفته شده که ما به طور متوسط سالانه 1,600,000,000 متر مکعب آب از هیرمند برداشت میکنیم، اما در او تحلیل گزارش تحقیقی آمده که این آب متناسب با نیاز نیست، متناسب با نیاز منطقه نیست. و در او گزارش آمده که نیاز منطقه بین 1,800,000,000 متر مکعب تا 2,000,000,000 متر مکعب است. ای که مبنای محاسبی نیازها چی است او هم دقیق روشن نیست. اما پس فکر میکنید شکایت ایران بیجاست؟ یعنی من مقاله‌ای در واقع از شما خوندم بیش از این میگید شکایت ایران در واقع برای انحراف افکار عمومی از مسائل داخلیه. من به طور یک چیزی تصور میکنم و مبتنی بر شواهد است. گاهی وقتا آمارا را که میبینی با چیزی که به عنوان شکایت عنوان میشه مطابقت نداره. من تصور میکنم که مشکلات زیست محیطی که در ایران وجود داره به خاطر از اینکه توجه را از مسائل اصلی منحرف بسازن، موضوع فرامرزی میسازن و به این شکل من بیشتر این شکایت ها را یک شکایت سیاسی میبینم تا این که مبنای حقوقی داشته باشه. چرا در مائده آبی هلمند حتی برای اختلافات ناشی از اجرای مائده هم رای حل های مشخص پیش بینی شده که مذاکره سیاسی بین دو کشور مساعی جمیل است و در نهایت حکمیت. اما این که ما در رسانه ها براییم و موضوع رسانه‌ای بسازیم، این مبنای حقوقی در مائده نداره. بله. خانم بهرامی، شما معتقد هستید که قرارداد 1351 بین ایران و افغانستان اجرا نشده، از جانب افغانستان اجرا نشده، بر چه اساس؟ ببینید، من برای رود هیرمند سه تا هویت قائلم. یعنی این بخشی که آقای نجیب بهش اشاره کردن، یه بخشی که من میتونم بگم هویت سیاسی رود هیرمنده، بخشی که برمیگرده به توافقنامه، معاهده و جزئیاتی که مرتبط با اونه و سیستمی که به هر حال مدیریت داخلی هر کشوری میتونه برای اداره منابع آبش داشته باشه. اما هیرمند یه رود مرزیه و اینم یه هویت و حساسیتی با خودش میاره. مثل اینکه مثلا شما در بالادست هر توسعه جمعیتی داشته باشین، هم توسعه کشاورزی داشته باشین، سدسازی داشته باشین، به هر ترتیبی تغییری در حوزه رود اتفاق بیفته، قطعاً پایین دست رود به شکل مستقیم تحت تاثیر قرار میده و حساسیت های ویژه خودش رو داره. و رود مرزی به هر حال همونجوری که آقای نجیب هم اشاره کردم، ما یه تعریف بین المللی مشخصی براش نداریم و ابهاماتی از این منظر هم وجود داره. بله. رود مرزی صحبت خواهیم کرد که آیا تعریف بین المللی داره یا نه. یعنی معتقد هستید که اون چه که افغانستان در بالا دست داره انجام میده تاثیر میگذاره روی حقابه ایران؟ قطعا همینطوره، به خاطر اینکه به هر حال ما در پایین دست هستیم و افغانستان در بالا دست رود این برتری و امتیاز داره. اما نباید فراموش کنیم اتفاقا این بخش خیلی مهمتره که رود هیرمند یه هویت باستانی در پیوند با هامون هم داره. یعنی این هویتش در پیوند با هامون هم بخش سیستان و هم بخش نیمروز رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. درسته که حقابه ایران به نوعی میشه گفت 10% از در واقع حجم آب هیرمنده، اما این 10% رو باید اینطور ببینیم که 67% حدود 70% دریچه هامون در ایرانه و این تغذیه نشدن هامون، خوش شدن مردن هامون، در واقع میتونه هر دو استان رو به شدت تحت تاثیر قرار بده. از طرف این یه بستر در واقع فراهم میکنه که نشون میده ما به لحاظ باستانی بخش سیستان، بخش نیمروز، همونطور که حتی در ادبیات کهن ما هم بارها اشاره شده که محل تولد رستم هر دو استان بوده، یکی میدونسته این بخشو. به نظر من این بستر رو هم فراهم میکنه که به هر حال زندگی فرهنگی، جغرافیای سیاسی، اقلیمی این دو در پیوند، چطور در پیوند نزدیک با هیرمند و زندگی 5 تا 9 میلیون نفر که در حوزه آبی هیرمند زندگی میکنن در هر دو سو وابسته به هیرمند و هامونه. یعنی فکر میکنید که دولت افغانستان به این جانب به قول شما باستانی قضیه هم باید توجه کنه؟ من فکر می‌کنم به حساسیت وجود هامون و اهمیت زنده بودن هامون در منطقه، هم به لحاظ اقلیمی مشکلاتی که میتونه خوش شدن کامل هامون که الان واقعا در خط قرمزه به وجود بیاره، هم موج مهاجرت ها به خاطر خوش شدن در هر دو سو که به نظر من تبعاتی داره و میشه حالا در پیوست بحثش بررسیش کرد،
و هم موضوع این که به هر حال چقدر میتونه اهمیت داشته باشه که افرادی که در اون دو منطقه زندگی میکنن رفاه داشته باشن و بتونن از در واقع فرصت هایی که هیرمند در اختیارشون قرار میده بهره مند باشن. چند نکته رو جداگانه باید راجبش صحبت کنیم. اول اینکه راجب حقابه شما معتقد هستید که اجرا نشده، معنیش این است که اون سهمی که ایران باید میگرفت رو نگرفته، ولی آقای نجیب فهیم میگه که ایران گرفته. ما چه جوری میتونیم حکمیت کنیم؟ یعنی از چه طریقی میتونیم بفهمیم که بالاخره ایران گرفته یا نه؟ آیا ایران موضوع... دستگاه‌های سنجشی داره؟ آیا افغانستان داره؟ ببینید این یه موضوع خیلی پیچیده، برای اینکه همیشه در استوری در تاریخ توافقنامه که انجام شده به هر حال بعد از 1800 این توافقنامه در جریان بوده تا به هر حال سر میز نشستن و توی چند تا بند به یه نتیجه رسیدن. همیشه حتی زمانی که این دو نفر از طرف ایران و افغانستان سر اون میز برای مذاکره نشستن، بعدش هر کدوم متهم بودن از طرف ملت خودشون که کوتاه اومده در برابر منافع ملی، هم جهت ایرانی هم جهت افغان. و مسئله اینه که همیشه هم ایران مدعی بوده که این حقابه رو دریافت نکرده و افغانستان هم مدعی بوده که بیشتر از این داده. ما دو تا زاویه میتونیم داشته باشیم در مورد این موضوع. به نظر من یکی این منظره که به هر حال این به لحاظ علمی با تجربه یه سری از مدل هایی که وجود داره، مثلا یه سری مدل های تجربه شده حتی در مورد کشوری که 11 تا کشور یه مرز آبی مشترک داشتن، مثلا در چین و میانمار و اینا، که این مدل امتحان شده و تونسته یه پیش بینی بکنه و همینطور یه مدلی بده از وضعیتی که وجود داره، آب راه ها، کانال ها، دبی آب چقدر تغییر میکنه، برای اینکه این رود هیرمند 1150 کیلومتر مسیر طی میکنه. اینکه در سنجش آبی که افغانستان به ایران میده یه ضوابط قواعد یه تکنیک های بین المللی هست که رعایت نمیشه. یک بخشش، نه اجازه بدین، یه بخش دیگه هم اینه که چطور این آب تحویل گرفته میشه. اینم به نظر من نکته که باید بهش اهمیت بدیم. برای اینکه ببینید حقابه‌ای که معمولاً ایران در طول این سال‌ها دریافت کرده به شکل یا سرریز سدها بوده یا به شکل سیلاب بوده یا به شکل باز کردن دریچه‌های سد بوده، معمولاً به یه وضعیتی بوده که سخت شده در ایران مدیریتش کرد. متوجه شدم. این اجازه بدید من از آقای فهیم بپرسم. همین نکته رو یه عضو کمیسیون‌های مشترک ایران و افغانستان هم میگه. من مطلبی دیدم از آقای احمد عاقبت به خیر، میگه که به جای رعایت منظم حقابه، سیلاب‌های دوره‌ای رو که قابل کنترل نیست افغانستان به سمت ما سرازیر میکنه. یعنی میتونه حرف شما درست باشه که آب زیادی به سمت ایران اومده ولی به این شکل اومده، چنین هست؟ ببینین با توجه به طبیعت رودخانه هلمند، این رودخانه یک رودخانه فصلی است، آب دائمی و ثابت نداره و این موضوع در معاهده آب هیرمند هم نوسان آب بین ماه‌های مختلف سال پیش‌بینی شده به صورت مشخص. و از طرف دیگر وقتی که صحبت میشه در این مورد که حقابه رعایت نشده، من چند روز پیشتر سایت بخش آب و فاضلاب سیستان میخواندم، تنها ظرفیت 3 تا 4 تا چانیمی که کنده شده در حفر شده در زابل 1,400,000,000 متر مکعب پیش بینی شده. همون چیزایی هستن که در واقع میشه گفت دریاچه مصنوعی هستن، یعنی چاله های بزرگی هستن که کنده میشن برای اینکه آب وقتی بالاست بره توشون و این در سمت ایران معتقد هستید این بله چای مصنوعی پر میشن؟ در گذشته ها ببینین این هامون ها وقتی در مورد صحبت میشه این زنجیری به هم پیوسته بودین که هامون پوزک، هامون صابری، هامون هیرمند و سرریزی هامونا دوباره برمیگشته به خاک افغانستان گود زیری را. بله، برای بیننده هایی که نمیدونن منظور شما این است که یکی از این هامون ها در خود افغانستانه. بله بله پایین دسته. بله بله سرریزش می آمده دوباره وارد خاک افغانستان که در طی سالیان گذشته با در نظر داشته توسعه اراضی قابل کشت در سیستان و ساخت سدهای مختلف و این چانیمه ها یا گوداله های خاتم که اینا معمولا هامون های مصنوعی میشه که نامشان بگیریم، این سبب شده که اولین قربانی از این تصرفات به اصطلاح زیست محیطی گودزری در داخل خاک افغانستان در دهه 70 نابود شد. اون صحبت خواهیم کرد، ولی در ارتباط با نکته‌ای که خانم بهرامی گفتن که این آب وقتی می اومده که یه عضو این کمیسیون مشترک ایران افغانستان هم همونجوری که من خوندم تایید میکنه که
افغانستان سیلاب ها رو به سمت ایران جاری میکنه و بعد میگه حقاوت اون رو دادیم. در ارتباط با اون میخوام ببینم که تا چه حد این درسته، برای اینکه درست میگید که این رود فصلیه، اما شما یک سد بزرگ ساختید. سد کجکی، همکاران من الان تصویر سد کجکی رو روی این صفحه بزرگ پشت سر من میندازن، تصویری که از بالا گرفته شده و نشون میده که چه سد بزرگی هست و چه حوزه بزرگی از آب رو در خودش نگه میداره. این سد کجکی مگر نمیتونه کنترل کنه و به شما کمک کنه در مدیریت آب که آب رو به طور منظم به ایران بدید؟ ببین، موضوع سد کجکی قبل از اینکه مذاکره روی معاهده آب ایرمند آغاز شود و به نتیجه برسه، سد کجکی ساخته شده بود. بله، قدیمیه موضوع. بله، بعد از او اصلا سدی که به بهره برداری سپرده شده به افغانستان ساخته نشده. معنای از این چی است؟ که کل تمام جریان آب ایرمند وارد هامون ها میشه و وارد سیستان میشه. بله، در شرایطی که در سیستان بدها پروژه به خاطر استفاده از آب هیرمند عملی شده، از جمله گودال‌های خاتم، از جمله چانیمه‌ها، از جمله پروژه انتقال آب از این چانیمه‌ها. یعنی متأسفانه این سد در عمل کمک کرده به ایران. بذارید از خانم برنامه بپرسم، چون شما اشاره کردید به پروژه‌های سدسازی افغانستان، ایشون میگن عملاً مدیریت آب از طریق این سد کمک کرده که دریاچه‌های مصنوعی در ایران پر بشه، کمک کرده که مواقعی که آب هست آب بیاد توی هامون. من در مورد چاهنیمه‌ها یه نکته‌ای رو فکر می‌کنم خوبه که بگم. ببینید، توی منطقه سیستان چاهنیمه‌ها اصلا دلیل زدنش دقیقاً همین سیلاب‌ها بود، به خاطر اینکه مردم احساس امنیت آبی نداشتن توی اون منطقه. من حالا تو پرانتز بگم که اصلا یه سالهایی ثبت شده در سازمان کشاورزی ارائه کرده این گزارش رو که چاهنیمه‌ها پر بوده، ولی مردم اون منطقه اینقدر احساس ناامنی میکردن که کشت نکردن زمین‌هاشون رو و ترجیح دادن اونها رو برای آشامیدنی یا خوراک دام‌هاشون نگه دارن. چاهنیمه‌ها یه جریان باستانی داره، ولی گزارشی که وزارت نیرو منتشر میکنه میگه مجموع آبی که در چاهنیمه‌ها ذخیره میشه حتی در یه سال متوسط، همون سال متوسطی که معیار در توافقنامه معاهده هم در واقع بله بوده، یک هفتم حجم آب هامونه. در حالی که مثلا وقتی در مورد سد کجکی صحبت میکنیم، سد کجکی فقط فاز اولش که سال 1953 بوده، چون الان سال 2016 اگه اشتباه نکنم فاز دومش اصلا راه اندازی شد که یه شرکت ترک اتفاقا در واقع برای پیمانکار این پروژه بود و اعلام هم شد که فاز سهش در حال راه اندازیه. یعنی معتقد هستید دارن توسعه میدن سد کجکی؟ خود سد کجکی حدود یک سوم حجم هامون میتونه آب در خودش ذخیره بکنه. بله. و من موضوع مهم دیگه که وجود داره اینه که درسته سدها میتونن یکی از اهداف سدهایی که در بالا دست داریم، چون ما خودمون این تجربه رو داریم در غرب ایران. بله. میتونه یکی از اهدافش قطعا این باشه که جلوی سیلاب ها رو بگیره. حالا در پرانتز بگم که عملا این سیلاب ها هستن که بحر در واقع سهم طبیعت هستن برای محیط زیست، اتفاقا این سیلاب ها هستن که مفیدن، دریاچه ها تالاب ها رو پر میکنن. بله. اما یه بخش قضیه هم اینه که همون اشاره‌ای که من کردم در مفهوم پایین دست و بالا دست، برای اینکه ممکنه در بالا دست رود این سیلاب به حساب بیاد، ولی برای پایین دست رود در واقع یه سهم‌آبی که میتونه. ولی بگذارید به همون دریاچه‌های مصنوعی یا نیمه چاه‌ها که تازگی گفته میشه که چاله‌های بزرگ و نسبتاً عمیقی است که در ایران کنده میشه و آقای فهیم میگه که از راه‌های نادرست استفاده از آب هست اشاره کنیم. خود آقای کلانتری معاون رئیس جمهوری ایران نسبت به این قضیه حساسه. خودش گفته که ما به درستی از آب استفاده نمی کنیم و از جمله این دریاچه‌های مصنوعی رو مثال زده، برای اینکه اینها تبخیر خیلی بالایی هم دارن. اینا دریاچه مصنوعی هستن، برای همین میگم چاهنیمه. من نمیدونم کی درست کرده این لفظو، برای اینکه غلط اندازه. اینها دریاچه‌های مصنوعی هستن که باعث تبخیر آب میشن. درسته. چون سطحشون گسترده است. و برای چی ایران آبی که داره شکایت میکنه که کم بهش میرسه رو اینجوری باید تلف کنه؟ ببینید، در هر دو سمت ماجرا، در هر دو سمت مرز یه مسئله بسیار بسیار جدی مدیریت داخلی هم وجود داره که من با سوی بحث بخش اول صحبتم بهش اشاره کردم.
وقتی ما در مورد هویت سیاسی رود هیرمند صحبت میکنیم نمیتونیم یه توافق بین المللی رو ببینیم، ولی در دو سوی مرز چه اتفاقی میفته رو نادیده بگیریم. مدیریت آب در ایران یه بخش بسیار ضعیفیه. ما مسئله جدی داریم. نمونهش هم اینه که من به عنوان یه ایرانی میتونم بگم چطور با توجه به ما موضوع ناامنی آب در اونجا و وابستگی اون منطقه سیستان و بلوچستان به آب افغانستان رو میدونستیم سالها. چرا سرمایه‌گذاری زیرساخت اتفاق نیفتاد؟ آقای فهیم میگن که ایران به جای اینکه شکایت کنه که آب کم به من میدین، باید بیاد این آب رو درست مدیریت کنه، برای اینکه به گفته ایشون آب دو برابر اون چه که توی قرارداد هست بهش رسیده. نه، من فکر می‌کنم این دو تا موضوع رو هر دوش مهمه، ولی ما نمیتونیم اینا رو اونو دلیل دیگری قرار بدیم. به خاطر اینکه مدیریت داخلی من میتونم بگم خب در سمت افغانستان هم در تمام طول مسیر هیرمند چاهای خیلی زیادی حفر شده. کشاورزی به یه شکلی گسترش پیدا کرده. یه تعدادی گزارش اجازه بدید من اینم داخل پرانتز فقط بگم که یه تعدادی گزارش محلی وجود داره که ممکنه آب برسه، ولی کشاورزی سمت سیستان میگن آب قبل از اینکه به مرز وارد بشه کشاورزی سمت افغانستان پمپاژ میکنه. ما میدونیم هم که کلی پمپاژهای آفتابی بر اونجا وجود داره که این امکانو بهشون میده. فهیم، یکی از ایرادهای اساسی که فقط دیگه ربط به آب نداره، ربط به امنیت منطقه است، ربط به بافت اجتماعی منطقه است، این است که آب هیرمند در افغانستان میره صرف کشت خشخاش میشه. ترویج کشت خشخاش یکی از پیامدهای کمبود آب در منطقه بوده. یعنی تحت اون شرایط دیگر محصول قابل کشت بوده. در منطقه آیا در سمت افغانستان این مرز ما خوشسالی میبینیم واقعا؟ امسال خوشسالی به حد جدی بوده که سه ولسوالی که در کنار رود هیرمند قرار دارند به شمول نیمروز مردم با آشامیدنی دسترسی نداشتند امسال و به صورت دستجمعی اقدام به کوچ و مهاجرت کردند. این یک مشکل بسیار جدی است که کل منطقه را تحت تاثیر قرار داده. و در ارتباط مسئله دیگه وقتی که ما سیلاب میگیم، ببینید در معاهده آب پیش بینی شده، مسئله به اصطلاح سیلاب هم شامل آب است و گاهی وقت هم در بعضی اظهارات رسمی دوستا ایرانی ما تناقضی دیده میشه. اگر افغانستان اقدام به ساخت سد میکنه به خاطر مهار آب، به خاطر مدیریت و تنظیم آب، به خاطر تنظیم حقاب ایران باعث اعتراض میشه. شما که صحبت از تنظیم حقاب ایران میکنید، به من بگید دقیقاً که چجوری شما تشخیص میدید که هوا به ایران پرداخت شده؟ آیا دستگاه هایی هست که میزان آب خروجی از سد کجکی به سمت ایران رو ارزیابی میکنید؟ چجوریه؟ خروجی سد کجکی محاسبه میشه، دستگاه آبسنجی وجود داره که خروجی را ولی و... سد کجکی 100 کیلومتر با مرز فاصله داره. این آب تا برسه به مرز ایران مسئله دیگه است. در تقاطع رود هلمند و سیستان، رود سیستان، در اینجا دستگاه آبسنجی وجود داره و همچنان این آب باید به طرف هامون ها بره. در چند رود پریان را مشترکی که هست از اونجا هم یک مجرای دیگه است که کانال دیگه است که آب برداشته میشه. تمام این مجراها سنجیده میشه توسط دولت؟ سنجیده میشه. چیزی رو شما احتمالاً در واقع چون کارشناس هستید حتما شنیدید راجبش که افغانستان دستگاه هایی داره و میسنجه که چقدر آب به ایران میاد. اجازه بدین آیه کریمی، من دو سه تا نکته رو در مورد صحبت هایی که کردن آقای نجیب بگم. یکی در مورد کشت خشخاش که به نظرم این موضوع مهمیه. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل سال 2017 اعلام کرد که از 34 استان یا ولایت افغانستان 22 تاش زیر کشت خشخاشه و 80% این زمین ها در استان هلمند و نیمروزه. دقیقا دو تا استانی که توی کرانه حوزه آبی رود هیرمند قرار دارن. ممکنه صحبت آقای نجیب درست باشه در این مورد که خشخاش یه گیاهی که آببر نیست به اون صورت، اما دلیل اینکه اونجا کشت خشخاش اتفاق افتاده خوشسالی نبوده. دلیلش این بوده که خشخاش یه گیاه بسیار بسیار سودآوره و ما میدونیم که در اون منطقه ترافیک و یه مسیر قاچاق اصلا تاریخی وجود داشته. آب هیرمند هم هست. و که منطقه که آب هیرمند هم هست. مسئله دیگه هم که من می‌خواستم در پاسخ پرسش شما هم به نوعی هست اینه که
ما درسته میتونیم با نصب یه سری امکانات تکنولوژیش وجود داره که ما بتونیم یه خروجی را از سطح ها بدونیم، اندازش رو بدونیم، ولی این خروجی رسمیه، یه خروجیه که میشه در عدد و رقم های کاغذهای رسمی اعلام کرد. اما اون منطقه یه منطقه بسیار وسیعیه، 1150 کیلومتر رود، و وقتی که به سمت غرب و جنوب غرب افغانستان میاد تبدیل به یه منطقه دلتایی وسیع میشه. تبخیر آب بالاست، جذب آب بالاست و کنترل تمام این آبراها، کانالهایی که از این رود انشاب میگیرن، مهمتر از اون چاهایی که در حاشیه رودها به نوعی حفر میشه، یعنی که معتقد هستید در دراز حتی اگر اون رقمی میتونه... که روی کاغذ میاد درست باشه، باز میتونه چیزی ترند که رود و اصلا در دراز مدت میتونه شارژ رود در دراز مدت تحت تاثیر قرار بده. ببینین ما با یکی از آمار اشاره میکنم که ورودی سد کوهک محاسبه کرده در داخل ایران، 40 ساله را هم محاسبه کرده، بیشتر از 1800 میلیون متر مکعب آب بوده. و مسئله هامون ها که وقتی مورد بحث قرار میگیره، یک مسئله باید واضح شود که هامون یک سرمایه مشترک طبیعی هر دو طرف مرز است. یک سوم هامون ها اگر گود زیری را محاسبه بکنی، نصف هامون ها در داخل خاک افغانستان قرار داره، که عین تبعات منفی را خوش شدن هامون ها بر سیستان داره، بر افغانستان هم داره، بر نیمروز فراهم داره. ستا هامون صحبت میکنید و رودی که به اونجا میرسه، من اجازه بدید همکاران من نقشه رودخانه های افغانستان رو روی این صفحه بندازن که ما دقیقا ببینیم که راجع به چه مسیری صحبت میکنیم. در سمت راست من ما اونجا داریم میبینیم که این رود هیرمند داره میره و سه تا دریاچه اون پایینه که یکیش داخل ایرانه، یکیش تقریبا روی مرز، و یکیش که به نظر میاد مساحتش هم کم نباشه، شاید به اندازه اون دوتای دیگه است اون پایینه. منظور شما اون هامونه که هامون هیرمن داخل افغانستان است. هامون هیرمن تمامش داخل خاک افغانستان است. هامون پوزک مشترک است، روی مرز قرار داره. هامونی که روی مرزه. هامون صابری هم قسمت زیادش داخل خاک افغانستان قرار داره، کمش داخل خاک ایران قرار داره. گود زیری تمامش داخل خاک افغانستان قرار داره. یکی از نتایجی که میشه گرفت از این خانم بهرامی اینه که وقتی هامون خود افغانستان خشک شده، که در واقع پایین دستر هم هست دیگه، یعنی اول هامون ایران خشک میشه بعد هامون افغانستان خشک میشه، واقعا این شکایت که آب هیرمند کم میرسه و در نتیجه هامون ما خشک شده، یه مقدار ضعیف میشه قوتش دیگه، برای اینکه خود افغانستان هم هامونش خشک شده. ببینید آخه مسئله اینه که ما خشک شدن دریاچه توی بازی زمانی طولانی باید در نظر بگیریم. این یه اتفاقی نیست که در یک سال و دو سال افتاده باشه. مثلا سال اصلا فهم کنم مسئله که خیلی جدی شد به بحث بین دولت ها، در واقع من میگم که گفتگو اسمشون رسید، سال 2001 بود دیگه، زمانی که طالبان خب دریاچه های سد کجکی رو بستن و برای مدت طولانی آب نرسید به منطقه سیستان، که اصلا اولین و تا الان تنها شکایت هم که مطرح شد، برای مدت طولانی این محدوده خشک موند و آب دریافت نکرد و تقریبا هامون به شکل کامل خشک شد. ما پروسه دریافت آب یک دریاچه رو ببینید، هر دریاچه، هر اکوسیستم آبی یه ورودی و میتونه داشته باشه و یه خروجی داره، و طبیعتا وقتی شما دستکاری میکنین در سیستم طبیعی اون منطقه، ما نمونهشو در آرال ارومیه هم داشتیم، یعنی تمام اون حوزه آبی رو تحت تاثیر قرار میده. بله. بگذارید حالا که این نقشه هنوز اینجاست، رجبیه که موضوع مهم دیگه صحبت کنیم که ربط به همین اختلاف آبی و بحران آب در منطقه داره، ولی رجبه هیرمند نیست. در بالای این نقشه میبینیم که رود هریرود هست. بله. هریرود در واقع اگر اشتباه نکنم بخش مهمی از آب آشامیدنی مشهد رو تأمین میکنه. و بر هریرود ایران سد دوستی زده با همکاری ترکمنستان، در واقع سد مشترک اگر اشتباه نکنم. به نظر میاد افغانستان در سالهای اخیر در مورد هریرود هم به گفته مقامات ایرانی داره تهدیدهایی میکنه، یعنی داره میگه که ممکنه هریرود رو هم ما یه جوری کنترل کنیم. این معنیش چه هست آقای فهیم؟ آیا معنیش این نیست که افغانستان داره از ابزار آب علیه ایران استفاده میکنه؟ ببینین یک واقعیتی است که در منطقه که ما به سر میبریم، کشورهای قدرتمند از قدرت خود به خاطر
تصرف منابع آب بیشتر استفاده میکنن و گاهی وقت کشورهایی که قدرت کم دارن اونا آب زیاد دارن از آب خود به خاطر افزایش قدرت خود استفاده میکنن. یکی از واقعیت ها است. اما مسئله هریرود متفاوت از این موضوع است. بحث هریرود چه وقت مسئله ساز شد؟ وقتی که بند یا سد سلما به بهره برداری سپرده شد در افغانستان. در افغانستان بله. بند سلما یکی از بندهایی است که کار ساخت و ساز از او به 50 سال قبل برمیگرده. بله. و 40% کار ساخت سد سلما تا سال 1357 خورشیدی به پایان رسیده بود. وقتی کودتا به وقوع پیوست کار از این تعطیل شد. طبعا در این سالهای اخیر با توجه به رشد نفوذ، با توجه به این که سالها افغانستان سالها درگیر جنگ شده، ما چند میلیون مهاجر ما وقتی که از کشورهای همجوار برگشت، اینا به غذا ضرورت دارن، اینا به آب آشامیدنی ضرورت دارن، شهرها توسعه پیدا کرده، افغانستان نیاز داره به یکی از منابع آبی خود به خاطر تامین نیازهای اولیه مردم خود استفاده بکنه. این مسئله ساز شد. این شرایط مسئله ساز شد. ببینین سد دوستی وقتی که ساخته میشه، دولت افغانستان با توجه به اینکه در بالا دست هریرود قرار داره و سد دوستی آبش از هریرود تامین میشه، اصلا در جریان قرار گذاشته. یعنی منظور شما اینه که وقتی ایران و ترکمنستان سد دوستی رو میسازن به کشوری که اصلا منشأ این آب بلی. هست اصلا هیچ اطلاع نمیدن. بلی. اون موقع در افغانستان طالبان در قدرت بود، در یک قسمتهایی از افغانستان طالبان مسلط بودند و در مرکز افغانستان حکومت مجاهدین. این رو اجازه بدید من با خانم بهرامی در میان بگذارم. نقد رفتار دولت افغانستان که شما صد میسازی، صد سلما رو مرحله بهره برداری میرسی، یه مقدار بیراهه، برای اینکه خود ایران به همراه ترکمنستان اومده سد دوستی رو ساخته که آب هریرود رو میگیره میده به مشهد و در ترکمنستان میده به جای دیگه. ببین، من به عنوان یه کنشگر محیط زیستی هم میتونم قطعا منتقد باشم به اینکه هر سدی که بدون جانمایی ساخته بشه، هر سدی که بدون در نظر گرفتن حوزه کامل آبی ساخته بشه، اصلا این نگاه سازه‌ای عمرانی به توسعه که توسعه یعنی فقط ما سد بسازیم، فقط بتونیم در حوزه اون سد یک سری کشاورزی ایجاد کنیم، اونم تک قطبی، اونم تک محصوله. سد فقط برای کشاورزی نیست خانم بهرامی. در قندهار مردم یک ساعت در شبانه روز برق دارن. بله، و این سدها برق فراهم میکنه برای، و سد سلما هم فکر میکنم یکی از اهدافش فراهم کردن برق برای شمال غرب افغانستان بوده، درست میگن؟ بله، منم اشاره کردم، گفتم که بدون جانمایی و در نظر گرفتن و حوزه وسیع آبی. و به هر حال میشه در مورد این موضوع صحبت کرد که کدوم این سد درست جانمایی شده یا درست جانمایی، اما به هر حال سد دوستی همونجوری که شما میدونی توی بازی زمانی بوده که این تاریخ غم‌انگیزی که بر سرزمین افغانستان گذشته، خب خیلی فرصت‌ها رو واقعا ازشون گرفته و خیلی مسائل جدی در طول تاریخ براشون به وجود آورده. مثلا یکیش هم این مورد بوده که امکان مراوده با کشورهای همسایه‌شون رو توی بازار زمانی از دست دادن به خاطر بیان همین حرفی که شما دارید میزنید. چیه بیان در اوریانش از سمت افغانستان؟ اینه که در زمانی که ما در جنگ بودیم، بی‌خبر بودیم که چی می‌گذره، ایران و ترکمنستان رفتن سد دوستی رو ساختن و این آب هریرود رو به این ترتیب. نه، من حالا به این شکل نمیخوام در موردش حرف بزنم، برای اینکه بعدا سد سلما که ساخته شده، الان میدونید که 76% طبق آماری که وزارت نیرو و مجلس منتشر کردن، 76% آبی که سد دوستی میریخته رو بسته و اگه سد کپکان تموم بشه اون فازش، در واقع 100% آبی که وارد سد دوستی میشده بسته میشه، در حالی که خب سد دوستی خراسان بزرگ آبیاری میکرد. چنین آقای فهیم، اگر سد سلما به مرحله بهره برداری کامل برسه که فکر میکنم هنوز نرسیده دیگه، درست میگم؟ برسه، عملا سد دوستی ایران و ترکمنستان رو بلا ببینین سد سلما قسمت زیاد کارش به پایان رسیده. ای که امسال 76% به قول خانم بهرامی آورد آب هریرود کم شده، نتیجه خوشسالی بوده. من امسال سفری داشتم روی ساحه که سد سلما ساخته شده، اصلا دریاچه پشت سد خالی بود.
اصلا برای خود من قابل باور نبود. یعنی اگر ما عکس مشابهی مینداختیم، مشابه اون چه که از کجکی انداختیم، عکسی از سلما مینداختیم، میدیدیم که خالی. اگر امروز می بود، و امروز البته نیک در این ماه فوریه بارندگی ها زیاد است. اگر سه ماه پیش عکس میگرفتیم صد سلما خشک بود. مسئله دیگه حوضی آبریز هریرود در سه کشور گسترش پیدا کرده، ترکمنستان، افغانستان و ایران. جمهوری اسلامی ایران در تمام شاخه های فرعی که از داخل خاک ایران سرچشمه میگیره و به هریرود میریزه روی تمام سد ساخته و صحبت در مورد ساخت ده ها سد و پروژه استفاده از آب وجود داره، طوری که حتی اجازه مثلا ورود یک قدر آب هم به هریرود نمیده. ببینین وقتی که در مورد حوزه های آبریز مشترک صحبت میکنیم، تصامیم باید با تفاهم باشه، مشورت باید صورت بگیره، دیتاهای آبی، اطلاعات منابع آب باید شریک ساخته شود، در حالی که در منطقه ما یک روش نادرستی که وجود داره اینه جز اسناد محرمانه میدانه. فکر میکنید ایران چنین نمیکنه ولی افغانستان کرده واقعا؟ نه ببینید، افغانستان با در نظر داشت، افغانستان هر وقتی که از طرف ایران خواسته شده، کارشناسایشان آمده، منابع آب دیده، مسیر رودخانه را دیده، تمام دیتاهایی که ارقام آب که ما داریم روی سایت های مختلف نشر میشه، اما طرف مقابل ما این جز اسناد محرمانه و فوق سری میدانه. شما خانم بهرامی تقریبا میشه گفت برداشتی کاملا متفاوت از رایزنی و اطلاع رسانی دولت ها دارید. به من گفتید که ایران پیگیری این بوده که مفهوم رود مرزی مشخص بشه، تا حدی روی این کار بشه و بر اساس این همکاری مشترک انجام بگیره، ولی افغانستان تن نداده. اصولا میخوام ببینم مفهوم رود مرزی چیه و آیا واقعا چنینه که ایران داره سعی میکنه بر اساس تعاریف بین المللی از رود مرزی به یه توافقی برسه، به یک توافقی افزون بر توافق 1951 برسه، ولی افغانستان تن نمیده چنینه؟ نه من نمیدونم کجای صحبتم گفتم که ایران میگه که دنبال تعریف رود مرزیه. گفتید که ایران پیگیر این بوده ولی افغانستان مفهوم رود مرزی رو از معادله حذف کرده. نه من فکر میکنم که در حالا نمیتونم مشخصا بگم که کجا، ولی من تو یه سری از رسانه‌های افغانستان هم دیدم این موضوع مطرح شده که به هر حال ما اینو یه رود، حتی در بعضی از در واقع توضیحاتشون این رود مرزی هم نمیدونستن، یعنی رود هیرمند آبش آب مال ماست، آبیه که رود داخل افغانستانه. ولی من حالا بیشتر به این ماجرا معترفم که توافقنامه‌ای که فقط با دیدگاه سیاسی بسته شده فرصت‌ها در واقع بیشتر چالش به وجود آورده، بیشتر برده به این سمت که سهم تو سهم من، در حالی که ما در مورد یه متغیر، در مورد یه حوزه آبی صحبت می‌کنیم که هزاران متغیر از متغیرهای اقلیمی گرفته مثل هوا، تغییر وضعیت خشکسالی، جغرافیای انسانی که اونجا در واقع در حال گسترش، نیاز تامین مواد غذایی، امنیت مواد غذایی، اصلا خود امنیت منطقه، آموزش و اینها. ما بدون این متغیرها فقط بخوایم موضوع سیاسی رو ببینیم دشواره. من فکر می‌کنم در بخش اول صحبت‌های شما یه اشاره به این بود که روش مکس نکردیم، گفتید که بر اساس توافق 1351 فقط حدود 10% آب هیرمند میرسه به ایران و الان هم دارید این رو میگید که نمیشه بر اساس توافق این چنینی به یک در واقع همکاری مشترک برای توسعه پایدار رسید. آیا معنیش اینه که توافق 1351 باید مورد تجدید نظر قرار بگیره؟ به نظر من سهم کشاورزان، روستایی ها، کسایی که تو اون هم در نیمروز و هم در سیستان زندگی میکنن، منفعت اون در واقع اون منطقه به شکل بدون در نظر گرفتن اون خط میانه با توجه به حوزه آبی هیرمند، به نظر من خوبه که در یه گفتگوی دوباره بررسی بشه و اینها زینف در نظر گرفته بشن، حتی در جاهایی میشه بهشون ازشون کمک خواست برای مدیریت آب در اون منطقه. اگه قرار باشه که ما با در نظر داشت نیازهای زیست محیطی معاهدات تغییر بتیم یا بی اعتبار اعلان بکنیم، دیگه چیزی باقی نمیمونه که بر مبنای اصول از اون ما روابط خود تنظیم بکنیم. و مسئله ای است که دیگه میخواهید بگید که افغانستان بر اون معاهده یا قرارداد 1351 ایستاده و میگه من بله. شما فکر میکنید دولت ایران پس چی کار باید بکنه؟
مثلا پیشنهادهایی بوده. من یه بار دیدم آقای روحانی هم حتی گفته بود که ایران آب بخره از افغانستان، راهش اینه بین ترتیب، به جای اینکه بیاد بگه که حقابه نگرفتیم یا تجدید نظر بکنی در اون توافق، آیا راهش اینه که آب بخره؟ برای اینکه من یه کارشناس محیط زیستی که مقاله نوشته بود رو داشتم اتفاقا باش صحبت میکردم، میگفت که ایران اگر 600 میلیون متر مکعب آب در سال بخره، در قیاس با بودجه عمومی مملکت پول زیادی نیست، میشه چند صد میلیون دلار، و این تأثیر زیادی بر سیستان خواهد گذاشت. راهش این هست؟ ببینین مسئله سرجی است که اگر ما بیایم بگوییم که معاهده آب هلمند تجدید نظر شود، متناسب با نیازهای منطقه، نیازها در دو طرف تغییر کرده، اگر جایی که معاهده داریم بر مبنای معاهده عمل نکنیم، چه تضمینی هست که داره؟ تضمینی وجود داره که جایی که اصلا هیچ معاهده وجود نداره ما همکاری بکنیم؟ خانم بهرامی نمیگه معاهده وجود نداشته باشه، میگه معاهده جدیدی با توجه به نیازهای منطقه تدوین بشه. نیازها هر دو طرف تغییر کرده. سوال من که ممکن هست ایران بتونه مشکل سیستان رو با خرید آب از افغانستان حل کنه؟ به خاطر اطمینان جانب ایرانی، دولت مردای افغانستان که صحبتاشون این است که هر پروژه‌ای را که در بالادست رودخانه هیرمند عملی میشه، ما با حفظ حقابه، یعنی تعهد با حفظ حقابه جانب ایران داریم، یعنی ما کاری نمی کنیم که حقابه که به اساس معاهده تثبیت شده او صدمه بیاره. متوجه هستم. موضوع دیگه من رو ندادید. آیا دولت افغانستان این اختیار و این اقتدار رو در خودش میبینه که آب بفروشه؟ برای اینکه آب به گفته یک کارشناس محیط زیست که من پیش از این برنامه باهاش حرف میزدم، میگفت آب مثل ناموسه برای ملت‌ها. دولت افغانستان اینقدر اقتدار داره که به مردمش بگه که من آب میفروشم در ازای مثلا گرفتن این میزان مبلغ یا این کمک‌ها؟ این پیشنهاد در ماه حمل سال 94 بر اولین بار در کنفرانس مطبوعاتی توسط آقای رئیس جمهور آقای روحانی عنوان شد، اما بعدا به اساس اطلاعی که من دارم به صورت رسمی این موضوع پیگیری نشد. اگر این موضوع به صورت رسمی طرح شود، من تصور میکنم که یک موضوعی است که باید افغانستان به او توجه کنه. شما فکر میکنید این راه چاره‌ای هست برای اینکه طبق اون چه که شما هم میگید هیرمند آب زیادی داره که به گفته شما گاه به شکل سیلاب به ایران داده میشه، ولی اگر یه قراردادی باشه که ایران آب بخره و به طور منظم بشه رصد کرد که این آب رسیده یا نه و این بخشی از مشکل سیستان رو حل کنه، این شدنی هست؟ میخوام ببینم. ببینید، من فهم کنم که در مورد معاهده که حرف زدیم یه مقدار سوء تفاهم به وجود اومد. برای اینکه من مشخصا منظورم از تجدید نظر حتما این نبود که حقابه باید تغییر بکنه یا نکنه. میدونید مشخصا منظورم این بود که ما پتانسیل هایی که دو تا سرزمین دارن، نیاز هایی که دو تا سرزمین دارن و رفاه اونا رو که معمولا سیاستمدارای ایران و افغانستان در نظر نمیگیرن، با اون دید به ماجرا نگاه کنیم. قطعا ایران میتونه چیزهایی رو روی میز مذاکره، پیشنهاداتی رو روی میز مذاکره بذاره که افغانستان رو در واقع اونو بپذیره یا بهش در موردش جدی فکر کنه. مثل موضوعی که الان در افغانستان مقالهای زیادی منتشر شده که توانمندی خیلی بالایی در معادن داره. ایران ما میدونیم که خیلی تجربه‌های خیلی خوبی در حوزه معادن داره. در مورد حوزه استخراج معادن داره. ایران مدت‌ها سال‌ها در حوزه انتقال انرژی سازی کار کرده، شاید بتونه تو اون پروسه پیشنهاداتی بده، کجای عمرانی جاده سازی کمک بکنه. متوجه هستم. خیلی هم موضوع گفتن چابهار. که چابهار. بله. بله. موضوع چابهار به نظر من اینه که ایران بیاد کمک فنی اقتصادی بر اساس قراردادهای بین المللی، البته نه بلاواسطه. وقتی منظورم این بود که وقتی که ما گفتیم این چالش رو تبدیل به یه فرصت بکنیم، دقیقاً این که پتانسیل‌ها و امکاناتی که ایران میتونه مبادله بکنه به نوعی. ببینید وقتی در مورد پول و فروش هم صحبت میکنیم، من فکر میکنم این نکته مهمه که دیدگاه کلی ایران این نیست که بیاد در ازای پول آب بخره. چرا؟ به خاطر اینکه من فکر میکنم حالا میتونه، ایشون میگن که آقای روحانی گفته و من خونده بودم که روحانی یه جایی گفته که این هم میتونه، ولی بعدش دیگه پیگیری نشد. چرا فکر میکنی این نکته مهمه؟ ببینید
تعریف امنیت ملی، من فکر می‌کنم ایران هم، شما ببینید پروژه گندم، خودکفایی گندم، ایران یه سال‌های طولانی بر این اصرار داشت، برای اینکه می‌خواست به یه خودکفایی در غذا برسه و اینکه واردات محصول اصلی مثل گندم برنج رو نداشته باشه. خوب. من فکر می‌کنم میشه اینو نقد کرد که خوبه یا مثبته یا منفیه. امنیت ملی یعنی فکر می‌کنید ایران نمی‌خواد خودش رو وابسته به آبی بکنه که آب براش یک موضوع امنیتیه. شما یه نظر دیگه دارید آقای فهیم در اینکه ایران چرا خیلی جدی پیگیر نبوده؟ معتقد هستید که ایران در هر حال آب زیادی گرفته دیگه، پیش خودش میگه برای چی پول هم بدم؟ آره واقعا چنینه. من تصور میکنم که چون به صورت رایگان از منابع آبی افغانستان استفاده میکنند، در شرایط موجود ضرورت طرحی مسئله را به صورت رسمی ندیدن. این نکته ایست که اخیراً آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم گفته بود که ما آب رو رایگان به شما میدیم، آیا شما مثلا نفت و رایگان به ما میدید؟ واقعا این اگر ذهنیت رایج در افغانستانه، این چقدر کمک میکنه؟ برای اینکه پس پشت این ذهنیت اینه که همونجوری که خانم بهرام میگفتن، این آب مال ماست. یعنی تصور رودخانه مرزی، رودخانه ای که تعاریف بین‌المللی بهش به اطلاق میشه و بر اساسش باید سهم‌بندی بشه، پشتش نیست. یعنی آب مال ماست چون از کوههای ما میاد. و این در واقع یه دیدگاه پوپولیستی هم هست، به این معنی که میخواد جمعیت خود داخل مملکت رو راضی کنه دیگه. همکاران من الان یه تک ویدیو میندازن روی صفحه که نشون میده یکی از رؤسای احزاب افغانستان داره راجع به همین قضیه صحبت میکنه، در واقع اعلام پشتیبانی میکنه از اون گفته آقای اشرف غنی. از کارکردهای رئیس جمهور اسلامی افغانستان تقدیر می نماییم، به خاطر که دشمن مردم افغانستان را خوب شناخته است و تصمیم قاطعی دارد تا آبها را، مهار و مرزها را حفاظت نماید. بله، این کنشگر افغان میاد اولا همسایگان رو دشمنان افغانستان مینامه، دوما میگه که ما پشتیبانی میکنیم از آقای اشرف غنی. برداشت من اینه که اشارهش به حرفای آقای اشرف غنیه که ما این آب رو از آن خودمون میدونیم. این ذهنیت به کجا میانجامه؟ ببینین صحبت‌های آقای رئیس جمهور احتمالاً که در پاسخ به صحبت‌های مقامات ایرانی باید باشه. وقتی که اینا هر پروژه عمرانی که به خاطر استفاده از آب در افغانستان ساخته میشه عکس العمل نشان میدن. بله، باید بگم که منی که حرفای آقای اشرف غنی رو گوش دادم، در ابتدای صحبتاش میگه که هر صدی که ما میسازیم فریادشون بلند میشه. بله بله. و مسئله دیگه شمی که اونا صحبت میکنن از اهرم‌های مختلف به خاطر استفاده از منابع آب افغانستان. و طرف دیگه قضیه، وقتی که ما در مورد حوزه های رودخانه ای صحبت میکنیم، هم هری رود هم هیرمند در دو کشور گسترش پیدا کرده. این دیدگاهی که یک کشور به تمام منابع آبی که در داخل مرزش قرار داره یک جانبه تصرف بکنه و چشم به سراغ به منابع آب همسایه داشته باشه، این دیدگاه مسئله ساز است. بهرامی، این نگاه در ایران خیلی رایجه که ما اهرم‌های زیادی داریم علیه افغانستان به کار بگیریم، در این اختلاف بر سر آب ازشون استفاده کنیم. یکیش همین چابهار و همکاری‌های اینچنینیه، یکیش مهاجرین افغانه و اهرم‌های دیگه. این هم مشابه همون ذهنیت در افغانستان نیست؟ ببینید، در هر دو سمت متاسفانه میشه گفت، هم متاسفانه هم تبدیلش کرد به یک جور خوشبختانه. دلیلش هم میگم. آقای ظریف دو سال پیش صحبت کردن و گفتش که ما 5 کمیته تشکیل دادیم و در مورد هر 5 کمیته ساعت‌ها جلسه تشکیل دادیم با مسئولین افغان و صحبت کردیم. 5 کمیته هم اعلام کرده بود که کمیته آموزش، صلح و امنیت، سیاست و آب و حوزه آب. و اتفاقا طرف افغان هم اعلام کرده بود که ما هم 5 کمیته داریم و به نوعی تایید کرده بود در حوزه‌های متفاوت. همینطور این به نظر من حسن ماجرا رو نشون میده که آقایون متوجه شدن. آقایون که میگن، برای اینکه هر دو طرف واقعا مردن، فقط که در مورد این موضوع میشن گفتگو کنن،
نشون میده که به نوعی وضعیت آب غیر مستقل به شکل مستقل از حوزه امنیت، حوزه آموزش و مشارکت در توانمندی دو تا کشور، پتانسیل هایی که دو تا کشور دارن روی میز گذاشته نشه غیر قابل حله. یعنی یه متغیره که وابسته است به موضوعهای مختلف. من منظور شما رو درست فهمیدم، یعنی شما معتقد هستید علارغم این چیزهایی که دولت مردان از دو سوی مرز میگن گاه برای راضی نگه داشتن مردم داخل کشورشون، به این نتیجه رسیدن که آب رو در یک بسته فراتر از فقط مسئله آب در باید دید و بررسی کرد. یعنی شما امیدواری که این مشکل حل شه و حتی به یه توافق نامه های وسیع تری برای توسعه پایدار بیانجامه؟ چنین چیزی رو میبینی؟ من فکر نمی کنم که ایران و افغانستان به یه تنش وسیعی در مورد حوزه آبی مرزی برسن، به خاطر اینکه هر دو کشور به خوبی میدونن که امنیت، صلح و امنیت توی اون منطقه به نفع هر دوه، و اگر امنیت و به خاطر خالی شدن زمین ها مهاجرت، چه به خاطر مشکلات داخلی در مورد آب اتفاق بیفته، باید چندین برابر هزینه کنن که دوباره اون امنیت به اون منطقه برگرده، که دوباره ما زندگی به هر حال روسایی ها و شهرهایی که در اون حاشیه هست دوباره جون بگیره. و من فهم کنم که حاضر، حداقل امیدوارم به این اندیشه بعد از این همه تجربه و رایزنی و گفتگو رسیده باشن که باید این تبدیل بشه به یه بستری برای تغییر وضعیت موجود. این امیدواری رو شما هم دارید؟ یعنی نشانه هایی دیدید از طرف دولت های منطقه؟ چون همونجوری که شما گفتید ترکمنستان هم در ساخت سد دوستی به یه شکلی عملا درگیر این قضیه شده و با افغانستان اختلاف داره، اگر سد سلما به بهره برداری کامل برسه که دیگه یکی از شاکی ها خواهد بود، و به این ترتیب مسئله فقط ایران نیست. این امیدواری رو شما هم دارید که دولت های منطقه سر این قضیه به توافق برسن؟ من تصور میکنم که با در نظر داشته وضعیت اقلیمی که کل منطقه را تحت تاثیر قرار داده، محدود شدن منابع آب، رشد نفوس و تقاضای بیشتر برای آب، همه کشورهای منطقه را به این باور رسانده که آب نباید به یک موضوع به اصطلاح تقابل تبدیل بکنن، آب باید برای یک موضوع تعامل و توسعه روابط باید تبدیل بکنن. نگاه به اصطلاح غالب در افغانستان هم امی است در بین دولت مردای افغانستان، و اونا هیچ وقت نمیخواین را از آب به عنوان یک اهرام فشار استفاده بکنن، اما مشروط به این که طرف مقابل هم با حقوق مردم افغانستان توجه داشته باشه. متوجه هستم آقای فهیم. شما راجع به وضعیت سیاسی افغانستان طوری صحبت میکنید که انگار واقعا ثبات جدی داره و خطرات امنیتی متوجهش نیست. اگر همین دولت مردان به یه نتایجی برسن و تجارب این چند ساله به این جا برسونتشون که باید روی توسعه پایدار در منطقه با همکاری دولت‌های دیگه کار کنن، 4 سال دیگه ممکنه دولت مردها عوض شن و اون دولت مردها ممکن اصلا به کلی از نگاه ایدئولوژیک دیگه به قضایا نگاه کنن. منظورم اینه که این امیدواری شما بر چه استواره در شرایطی که در افغانستان اون ثبات سیاسی که زیربنای چنین توافقهای بلند مدتی هست نیست؟ ایران هم درگیری های خودش رو داره، ایران هم خیلی با ثبات نیست به خصوص در اون مناطق، و از همه اینا گذشته وضعیت زیست محیطی به مراتب داره بدتر میشه سال به سال. بله. و میدونیم که وضعیت زیست محیطی به بحران‌های سیاسی هم دامن میزنه. خیلی‌ها میگن که جنگ حال حاضر سوریه که البته رو به اختتامه، در واقع ریشش بحران آب بود. آیا به این ترتیب میشه امیدوار بود؟ نمیخوام در واقع نگرانی بیهوده در این سوال من دیده بشه، ولی چقدر میشه امیدوار بود که با این مسائلی که ذکر کردیم واقعا بر سر اختلافهایی چون هیرمند، هریرود، این سو هم ایران داره، رود زاب رو که میرفت به عراق کشونده به سمت خودش، این دولت ها در پیشونیشون میبینید که این مسائل رو با توافق حل کنن؟ من تصور میکنم که دولت ها اگر میرن نیازها ثابت است، ملت ها باقی هستند، ما دو کشور همسایه هستیم و یکی از ناگزیری های ما همی است که ما باید با هم بسازیم، بسوزیم و بسازیم و با هم همکاری بکنیم، تعامل داشته باشیم. من تصور میکنم که این به اصطلاح منطق غالب به اصطلاح زمان ماست، هر کسی که در دوری را به قدرت برسه ناگزیر است که از این منطق باید به این خواهد رسید. فکر میکنید معمولا فعالان زیست محیطی یه مقدار کمتر
به دولت ها امیدوارن. من نمیدونم ایشون به عنوان دولتمرد خب چنین چیزی میگه، نه اینکه بهش اعتقاد نداره ولی فکر میکنه دولت ها چنین میکنن، اما فعالان زیست محیطی کمتر امیدواری ابراز میکنن. نمیدونم امیدواری شما بر چه اساسی است؟ ببینید فعالین محیط زیستی به نظر من ابراز ناامیدیشون از ممکنه از این باشه که فقط سایه سیاسی بر سر این ماجرا باشه و فقط سیاسیون در موردش تصمیم بگیرن. اگر مشارکتی با حضور کارشناسای هر دو کشور وجود داشته باشه و حتی همون موردی که اوایل توی بحث اشاره شد، کشورهایی که توی این در واقع علمش رو دارن، تکنولوژیش رو دارن و کشورهای بیطرفی هستن، کمک بکنن به حل این ماجرا، به نظر من میشه. و فقط امید من اینه که زمان از دست نره، برای اینکه توی پروسه های تغییر اقلیمی به این شکل و پروسه های در واقع خشکیدگی در این حد تثبیت شده طولانی مدت، زمان درش خیلی خیلی مهم و مؤثره. و اگر قرار باشه که فقط به این که ما همش هی با هم گفت کمیته تشکیل بدیم و بحث بکنیم، خب از اون طرف مردم هستن که دارن از اونجا مهاجرت میکنن و هامونه که خشکیده و به هر حال زندگی 5 تا 9 میلیون آدم رو تحت تاثیر قرار داده. به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که پایین بحث نشستید و از مهمانهای برنامه نجیب فهیم و اعظم بهرامی. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و یه صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. شب و روز بر همه شما خوش.